همین قانون انتخاباتی که مجلس 11 برای انتخابات مجلس تصویب کرد که برجسته ترین فضاش هم بحث پیش ثبت نام اینها خیلی بد بود. یعنی به نظر شما این رو تمام وجود میگم بگم مزخرف‌تر از این قانون نداشتیم شاید اصطلاح خوبی نباشه. میشه بفرمایید اشکالش دقیقاً چی بوده؟ اینکه خیلی فوتی فوری بوده یا نه؟ نمیتونستیم ما تصمیم بگیریم. ببینیم میگم در 10 روز نه ضرب العجلی بوده. من خودم یکی از دلایلی که ثبت نام نکردن در اعتراض به همین بود. حالا خیلی ها فکر میکنن که مثلا اعضاب اصلاح طلب ناراحتن، اعضاب اصولگرا هم نمیتونستن تصمیم بگیرن که نیروهاشون نبیارن، منتها اونا گفتن که حالا فعلا هر جوریه بنویسید بعدا میتونید انصراف بدید. گفتم باید یه برنامه بیدا کاوکی. ما یه استدلالی از این طرف داریم، ما کلیپ هاش هم تو فضای رسانه دیدیم که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گفتن آقا همه کسانی که شهروند جمهوری اسلامی هستن میتونن بیان شرکت کنن. بعد ما میدیدیم که طرف حالا افرادی با هر یه تیپ و قیافه‌ای، هر با هر پیشینی میومدن، بعد اینا خودش مزهکه میشد، کلیپ میشد که آقا مثلا شأن ریاست جمهوری اینقدر پایین اومده که مثلا یه آقایی اومده اصلا اختلال شخصیتی روانی داره اومد اونجا برای ثبت نام. اتفاقا من معتقدم که نه تو فضای مجلس هم بخوان یه مقدار بگن که خب آقا پیش ثبت نام شما انجام، اونایی که دیگه خیلی واضح و مبرهنه که آقا این اصلا مدرک نداره، این اگر مثلا اشکال و مانع قانونی داره، حالا اونایی که یه مقدار سخت‌تره به قول معروف پردازش اینا بیفته برای بعدن. این پیش ثبت نام استدلال آقای اینه که ما خواستیم یه غربالگری بشه که فشار نیفته برای بررسی ها به ایامی که نزدیک انتخابات میشه. خب ببینید آقای کاوه، این ذهنیت شماست ولی ما من این استدلال آقایون رو میگم. خیلی نه اصلا استدلال آقایون خب پای لنگانی داره. ببینید بحث ما این است که اولا 5 تا مرکزی که بعد 4 تا بوده 5 تاش کردن استعلام بشه، هیچکی در اونها حرفی نداره. اگه کسی مثلا در وزارت اطلاعات، در نمیدونم نیرو انتظامی، نمیدونم راست پیش کیفری داره، امنیتی، مشکل داره، پرونده سفیدی نداره، خب باید رد بشه. اصلا ما هم قبول داریم، مشکلی نداره. ولی بحث این است که غیر از این 5 تا اعمال سلیقه یعنی صورت گرفته به نظر شما؟ بله، من میگم غیر از این 5 تا معنا نداره که شما بیایید بعد یه ایده‌ای رو مثلا نشود که بخواید از انتخابات باز بدارید. و لذا این فرایند را بررسی کردن کار خیلی سختی نیست که یه استعلام مراجع 5گانه آقا این پرونده ندارد خداحافظ شما بیاد برید.